به، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه، جمعه خوب و جمعه پایان هفته، جمعه‌ای که میتونیم یه بار دیگه در خدمت آقای دکتر آلبرت، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل باشیم. عرضم به حضور شما که اجازه بده که یک تشکر ویژه داشته باشیم از اون همراهان نازنین که در بهتر شدن برنامه ها به ما یاری می رسانند. از آقای حسین در کانادا تشکر بکنم، به خاطر محبت کرد و یه قدری به ما کمک کرد بتونیم این دستگاه ها رو، در حقیقت نیاز مالی داشتیم، بخشی از اون نیاز رو ایشون تأمین کرد، باید ازش تشکر کنیم. اما همطور که اطلاع دارید در آمریکا اتفاقات عجیب و غریب افتاده است و من باورم بر این استش که بر اساس همون قانون فیزیک اجسام کوچک تابع اجسام بزرگترند. در دنیای سیاست هم همین شکل و شیوه رو داره، یعنی الان آمریکایی که چنین وضعیتی رو پیدا کرده طبیعتاً این اثر میذاره به همه جای جهان. ما الان تو آمریکا صاحب رئیس جمهوری هستیم که بیشباهت خیلی در حقیقت انسان خودشیفته‌ایه و هنوز هم باور نداره که او رئیس جمهور آمریکاست. هنوز هم این هم بر خودش باورش نشده و هنوز فکر میکنه که توی ماجراهای انتخابات و شاید رئیس جمهور، شاید مثلا دلش نمیخواست که رئیس جمهور بشه و حالا شده و یه اتفاق ناخواسته است. الان این ماجرای برکناری رئیس FBI یکی از نکات موسیقی داستان است، برای اینکه اینا اومدن اول سخنگوی کاخ سفید در یک شرط نمیدونم یه جایی رفته بود، تاریکی وایساده بود بیرون کاخ، اونجا مراسمو برگزار کرده بود و گفتش که لای درختا، گفتش که بله وزیر دادگستری و دادستان و معاونینش اینا همه درخواست کردن از آقای رئیس جمهور که این آقای کومی رو برکنار کنه و به همین دلیل رئیس جمهور خواست وزیر دادگستری و دادستان ها رو انجام داده. اما دیروز یک نوار مصاحبه ایشون داشت با کانال CBS آمریکا و اونجا گفت نه آقا، هیچی مثل ما نمیتونه کومی رو بیرون کنه، ما خودمون این کارو کردیم، به حرف ایشکی هم گوش ندیم، کار خودم. میخوام از آقای آلبرت بپرسم این ماجرا چیه و امروز هم اعلام کرده که دوباره تیوت کرده به کومی که اون حرفایی که با هم دیگه زدیم سر شام و اینا نری بی خودی بگی به این ور اون ور، اگه نوارا رو ضبط کردی، صدای ما رو ضبط کردی، نری پخش کنی برای همه. آقای آلبرت این ماجرا چیه؟ این کومی چرا و چگونه است و ماجرا چیه؟ آیا واقعا علت این استش که داشته تحقیق میکرده راجع به وضعیت کمپین انتخاباتی آقای ترامپ و ارتباطش با روسیه؟ آیا صرفا همین دلیله یا دلایل دیگری هم برایش میشه قائل شد؟ میشنوم فرمایش شما رو، بفهمید. با درودی مجدد به شما و بینندگان و شنوندگانتون در سراسر دنیا، شما اشاره کردین که وضع فوق‌العاده‌ای در آمریکا پیش اومده. من فکر میکنم الان از زمانی که در از پارسال، منظورم از حالا مارچ یا آپریل گذشته، که در واقع همه مطمئن شدن که کاندیدای حزب جمهوری خواه کسی جز آقای ترامپ نخواهد بود، ما الان یک سالی هست که در وضع فوق‌العاده در آمریکا زندگی میکنه و من فکر میکنم که این وضع همینطور ادامه خواهد داشت، صرفاً به خاطر اینکه شخصی که رئیس جمهور آمریکاست امروز فقط در فکر مسئله گرداندن کشور و در واقع نشان دادن قدرت آمریکا به دنیا یا گرداندن سیاست خارجی آمریکا نیست. ایشون یک مسئله شخصی داره، ما بهش میگیم خودشیفتگی، شما بهش اشاره کردین، ولی مشکلات دیگه ایشون از نقطه نظر ساختار شخصیت خودش داره و در واقع از اینجاست که مسئله برکناری آقای کومی با این افتضاح و با این حداقل، من فکر میکنم
بی سیاستی دستگاه وایت هاوس، دستگاه دولت آمریکا انجام شد. خیلی کوتاه میگم که آقای کومی در لس آنجلس بودن، در کنفرانسی بودن که یکی از ماموران ویژه بهشون نزدیک میشن و میگن که نامه ای از کاخ سفید به دفتر مرکزی FBI رسیده در واشنگتن که شما از کار برکنار شده و امروز رئیس جمهور شما رو برکنار کرده. آقای کومی هم سوار هواپیما میشن و برمیگردن میان به پستشون و اعلام هم کردن ایشون که بنده دوئل نخواهم کرد، جنگ نخواهم کرد با این مسئله. البته پای ایشون وسط خواهد اومد، ولی باید به این مسئله نگاه بکنیم که شروع مشکلات کجا بود. چرا آقای جیمز کوبی را امروز، یعنی سه شنبه ایشون، از کار برکنار کردن؟ چرا دو ماه دیگه برکنار نکردن؟ چرا دو ماه قبل برکنار نشد؟ چه اتفاقی افتاده بود در این دو هفته که در واقع من فکر میکنم که غضب آقای ترامپ رو، یعنی ایشون واقعا یه غضبی نسبت به این آقای جیمز کومی پیدا کردن. شاید آقای جیمز کومی خوشتیپتر از ایشون بوده یا قد بلندتر بوده، ولی فکر میکنم از مزاح که اگر کنار بریم به یک مسئله بر میخوره، و اونم اینه که زمانی که در مارچ گذشته آقای دونالد ترامپ، پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کردن که رئیس جمهور سابق آقای اوباما از من استراق سهم میکرده، اگه خاطرتون باشه آقای جیمز کوبی بیرون اومدن و از این ایده پشتیبانی نکردن، گفتن که نخیر، به هیچ وجه اون مرکز زندگی آقای ترامپ، ترامپ تاور، مورد استراق سهم قرار نگرفته و همونطور که ما بارها در این برنامه های جمعه بهش اشاره کردیم، یکی از سرورها که از محل تاور ترامپ بوده مورد تجسس FBI قرار گرفته بوده، چون تماسی با روسیه از اونجا انجام شده بوده. این پشتیبانی نکردن آقای جیمز کوبی رئیس FBI از این صحبت آقای ترامپ ایشون رو ناراحت کرد و این مسئله همینطور ادامه داشت. و من اصلا نمیخوام بگم که ایشون از اون زمان میخواسته آقای کومی رو برکنار بکنه، ولی از این حرکت و از این رفتار آقای کومی خوشش نیومد. تا اینکه رسیدیم به 20 مارچ، حدود یک ماه و نیم پیش، و در واقع ایشون در یکی از صحبتهایی که کردن گفتن که بله، ما امروز داریم یک سری تحقیقات نجنایی، تحقیقات اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در رابطه با مسئله انتخابات 2016 و دخالت روس‌ها و دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی و سایبری روسیه در واقع انتخابات آمریکا بوده. اعلام این هم باز برای این شخص خودشیفته آقای پرزیدنت ترامپ خوش نیامد و همونطوری که در واقع از داخل کاخ سفید گزارش میدن، آقای ترامپ از قرار معلوم تمام این برنامه های تلویزیونی که در رابطه با مسئله روابط ایشون با روساس نگاه میکنه و در واقع بعضی هم تیپ میکنه و چند دفعه میبینه، و در واقع همیشه سوالش از این بوده که چرا این مسئله تمام نمیشه، چرا این مسئله تحقیقات روسیه و دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و حتی اجازه بده من این کلمه رو استفاده بکنم، تبانی بعضی از ماموران، بعضی از همکاران، بعضی از مشاورین آقای ترامپ، منظورم در زمان انتخاباته، با روس‌ها چه بوده. بنابراین اینجا بوده که آقای ترامپ از آقای کومی دعوت میکنه در سه جلسه ایشون، حالا یا آقای کومی وارد کاخ سفید میشن برای صرف شام یا در دیدارهایی که بوده، آقای ترامپ سه دفعه از ایشون میپرسه که آیا من هم مورد سوء زن هستم؟ آیا شما تحقیقاتی که دارید میکنین فقط نسبت به مشاورین من و کسانی که در واقع در کمپ انتخاباتی بودن یا من هم هستم؟ هیچ مدرکی وجود نداره و در واقع صحبت ها خصوصی بوده. و آقای ترامپ در نامه‌ای که در زمانی که آقای کومی رو برکنار میکنن در این نامه می نویسن که شما سه دفعه به من گفتید که من مورد سوء زن نیستم و من مورد تحقیقات قرار نگرفتم. بنابراین آقای ترامپ یا میخواسته خودش رو که در واقع از این سوء زن ها کنار بزنه، یا اینکه میخواسته در واقع جای پای در آینده داشته باشه که بتونه از سوء استفاده بکنه. ولی در واقع
پشت این مسئله چی بود و چطور این آقای کومی رو در واقع من بهش میگم پرونده سازی دستگاه دادگستری آمریکا، که در واقع تمام این تقصیرات رو سر معاون آقای جف سشن که رئیس دادگستری آمریکاست و یک شخصی به نام آقای رازنستاین انداختن و ایشون فقط 3 هفته یا 4 هفته است که اومده به عنوان معاون آقای جف سشن در دستگاه دادگستری آمریکا کار میکنه. از قرار معلوم هنوز هم اطلاعات درست به دست نیامده که چه کسی از آقای راد راستاین خواسته که این نامه رو، این اوالیویشن، این در واقع بررسی از فعالیت‌های آقای جیمز کومی رئیس FBI بنویسه. اینم قابل اشاره است آقای بهبهانی که FBI قسمتی از دستگاه دادگستری آمریکا است و زیر مقام دادگستری وزیر دادگستری دیگه در حقیقت فارسی بهش میگه پلیس قضایی دیگه، این پلیس قضایی فدرال. بله فدرال که قدرت در همه 50 ایالت آمریکا رو دارن. و این مسئله پیش میاد برای این آقای معاون آقای جف سشن و ایشون یک اوالیویشن و یک ارزیابی میکنه از آقای جیمز کومی و در یک نامه که میده به مافوق خودش که آقای جف سشن رسالت گستری باشه که بله ایشون در زمانی که داشته کارهای خانم هیلری کلینتون رو مورد تحقیقات قرار میداده و بررسی میکرده اشتباهات زیادی کرده، که در واقع یکی دو تا از این نکته ها درسته. اونجا وظیفه رئیس FBI نبوده که بیاد بگه که خانم هیلری کلینتون در ایمیل هاش و در سرور هاش اشتباه کرده. رئیس FBI فقط کارش تحقیقات و کامل کردن پرونده تحقیقاتی و تحویل اون به مافوق خودش. در هر حال این آقای معاونی نامه رو می‌نویسه و آقای پرزیدنت ترامپ اساس برکناری ایشون رو در اول، در روز اول، بر اساس این نامه معاون آقای جف سشن گفتن. بعد که آقای جیمز کومی برکنار شد، دیدن که نه خیر، سر اصلای روزنامه ها آروم نمیشینه و آقای ترامپ از این مسئله خیلی باز غضبناک میشه و دیدیم که شما بهش اشاره کردین، خودی نشون دادن و در برنامه تلویزیونی CBS و که در همه جا در واقع پخش شد توضیحاتی دادن که آقای جیمز کومی ایشون کارشو خوب انجام نمیداده. ولی اجازه بدید که به امر، به حقیقت این امر برسیم که در واقع چه اتفاقی افتاد. من به مسئله سراغ سم اشاره کردم، من به مسئله صحبت هایی که ایشون در 2 هفته پیش در جلوی کمیته انتخاب، جلوی کمیته تحقیقاتی سنای آمریکا اعلام کردن که بله ما یک سری پرونده غیر جنایی، یعنی تحقیقات اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در رابطه با تبانی اعضایی از کمپ آقای ترامپ با روس‌ها داریم و در واقع ایشون تقاضا میکنن که ماموران بیشتری نسبت به این کار گماشته بشن و همه اینها آقای ترامپ رو به حدی میرسونه که فکر میکنه که اگر آقای جیمز کومی برکنار نشه ممکنه که به قول خود ایشون کار به جای باریک کشیده بشه. ولی چه ترسی آقای ترامپ داره؟ ترس آقای ترامپ از 2 نفره. 2 نفر که در کمپین آقای دونالد ترامپ در اون زمان در پارسال بودن، من این 2 نفر رو به طور در واقع 3 نفر هستن، من 2 نفر رو به خصوص اشاره میکنم که آقای پول منفورد هستن که قبلا رئیس کمپ ایشون بودن و ایشون آقای ترامپ ایشون رو برکنار کرد و شخص بعدی آقای راجر استون که یکی از فعالان سیاسی در حزب جمهوری خواه هستن و در واقع آقای راجر استون در خیلی از مصاحبات مطبوعاتی که کردن اشاره کردن که کسی که دستگاه حزب دموکرات رو هک کرده بوده یکی از گروه های روسی بوده، که در واقع ایشون به اسم اشاره کردن و این نشون میداد که ارتباطاتی وجود داشته اونجا و اطلاعاتی رو اینها داشتن. ولی تمام این مسائل اگر نگاه بکنیم، آقای ترامپ اشکالی که داره اینه که میخواد آدمایی که باهاش هستن وفادار بهش باشن و در واقع اون حس وفاداری رو در آقای جیمز کومی ندیده و حس کرده که ایشون ممکنه که به قول خودشون لوس کنن، توپی باشن که ایشون نتونه کنترل بکنه. بنابراین امروز که آقای پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید هستند و رئیس CIA از انسانهای نزدیک و در واقع شخصیتهایی که ایشون بهش اطمینان داره و در واقع رئیس NSA و رئیس دستگاه اطلاعاتی دیگه کسانی هستند که توسط ایشون انتخاب شدن، تنها جایی که آقای ترامپ کنترل نداشت FBI بود و در واقع با برکناری این آقای جیمز کومی ایشون تمام اون مسائلی رو که میخواست تحت کنترل قرار بده امروز قرار داده. ولی از نظر من
اگر در 100 روزی که ایشون رئیس جمهور آمریکا بوده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم ظرف 23 روز آقای مایکل فلین رو از کار برکنار میکنن، که اینجا جایی گفتن داره که همین آقای مایکل فلین زمانی که آقای ترامپ بخواسته ایشون رو رئیس مشاور امنیت ملی آمریکا بکنه، آقای پرزیدنت اوباما شخصا تلفن میزنن و ایشون میگن از این کار بر این کارو نکنید، برای اینکه این شخص قابل اطمینان نیست. خب اجازه بدید نگاه بکنیم که آقای کومی برکنار شد برای اینکه میگن مسئله تبانی با روسا بوده، آقای مایکل فلین برکنار شد برای اینکه فکر کردن که با روسا در تماس بودن. پس به قول خود آمریکایی‌ها، هر جا که دود هست بنابراین آتش هم باید باشه. حالا این آتش کجا خواهد بود؟ آتش چجوری بیرون خواهد اومد؟ آیا این آتش گریبانگیر آقای ترامپ خواهد شد یا نه؟ من فکر نمی‌کنم که آقای ترامپ کار غیرقانونی کرده با برکناری آقای جیمز کومی. این حق رئیس جمهور آمریکاست. این حق رئیس جمهور آمریکاست که این کارو بکنه. ولی زمانی که ایشون این کارو کرده، زمان درستی نبوده. نشون میده اونجا که آقای ترامپ چیزی رو، مسائلی رو، یا حداقل مشاورین آقای ترامپ و گروه دار و دسته آقای ترامپ مسئله رو میخوان اینجا بپوشونن. مسئله رو میخوان داغون بکنن. آقای بهبهانی، پرونده‌ای که امروز در FBI هست با برکناری آقای جیمز کومی بسته نمیشه. ولی با برکناری آقای جیمز کومی مورد کنترل قرار میگیره. فرقش این خواهد بود، یعنی هر مسئله که اونجا هست، نفر بعدی که رئیس FBI بشه، چون اون مامورانی که در رده 2 و 3 قرار دارن، اونها کارشون رو دارن انجام میدن. و امروز شما میدونین اگر زمانی که اطلاعاتی که بیرون میخواد بیاد بیرون نرسه، معمولا اون چیزی که اینها بهش میگن ویسل بلورز، یا کسانی که مسئله رو لو میدن، میان و اطلاعات رو با دست مردم عامیانه میرسونن. بنابراین من فکر نمی کنم که، اگر از نقطه نظر جمهوری خواه نگاه بکنیم، میگن که ما که پرونده را نبسته، آقای جیمز کومی برکنار شده، پرونده سر جاشه. ولی دیگه امروز اون پرونده ای که در واقع پرونده اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در رابطه با همکاری روسا با کمپ آقای ترامپ بوده، اون زرق و برق رو نخواهد داشت و در واقع برکناری ایشون از نظر من یک مقدار زیادی جلوی این مسائل رو میگیره. حالا آقای ترامپ میتونه توییت بکنه که مبادا صحبت‌های ما رو ضبط کرده باشی، چون که آقای ترامپ داره میگه مبادا صحبت‌های ما رو ضبط کرده باشی، آقای جیمز کومی، یعنی صحبتی شده نسبت به این مسئله؟ یعنی آقای کومی رو تهدید کرده آقای پرزیدنت ترامپ، شما به من وفادار هستید یا نه؟ و ایشون کسیه که ساختار شخصیتی ایشون به این نحو آقای ترامپ که از آدم ها احساس وفاداری میخوان. اشکال عمده در پایان آقای بهبهانی اینه که آقای ترامپ هنوز سوال میکنه که شرکت ساختمانی داره میگردونه و احساس نمیکنه که داره یک کشور رو با یک سیستم سیاسی و با یک نظام سیاسی داره میگردونه و همه مسائل رو خیلی شخصی میگیره. همه مسائل رو فقط نگاه میکنه که تو اگه به من وفادار هستی، بنابراین تمام حرفای منو باید قبول بکنی. بنابراین این یه سری از ناتوانی در کنترل کردن، ناتوانی در کنترل گفتمان مطبوعات، نمیتونه شخصیت این خودشیفته، شخصیت این رئیس جمهور خودشیفته رو راضی بکنه. بنابراین خیلی از مسائل رو با عصبانیت و با غضب بهش نگاه میکنه و تصمیم گیری های ایشون به نظر من با عجله، بدون بررسی با مشاورانه. و من فکر میکنم که آقای کومی، حداقل اطلاعاتی که من در رابطه با ایشون دارم و مطالعه کردم، میتونم بگم که یک وکیل حداقل زبده در کارشون بوده و انسانی بسیار بسیار در واقع میتونم بگم با یک بالانس فکری تصمیم گیری میکرده. و در زمانی که اومد بیرون این صحبت ها رو کرد، ایشون یک کلمه رو استفاده کرد که خیلی جالب بود. گفت من 2 تا انتخاب بیشتر نداشتم، یا اینکه سکوت بکنم یا اینکه سکوت نکنم. هر دو انتخاب من بد بود، ولی من تصمیم گرفتم که سکوت نکنم. زمانی که یک شخص در مقام ایشون قرار داره و این صحبت رو میکنه، این نشون میده که آقای جیمز کومی آدم بدی نبوده و به هیچ وجه دنبال دردسر برای رئیس جمهور آمریکا نبوده. و در واقع من فکر میکنم که آقای دونالد ترامپ به خاطر آقای جیمز کومی رئیس جمهور آمریکا شد و نقشی که جیمز کومی در جلوگیری از انتخاب خانم هیلاری کلینتون به مقام ریاست جمهوری آمریکا شد، چیزی بود که آقای جیمز کومی بهش پی برد که چه اشتباهی کرده و در واقع خواست که امروز یک سری بالانس حداقل سیاسی در FBI پیاده بکنه با این مسئله
آمریکایی‌ها و روسا که بتونه به نشون بده به ملت آمریکا و مافوق خودش که من اگر در اون زمان بر علیه خانم کلینتون صحبتی کردم که اصلا جای ایشون نبوده در دفعه دوم بیاد پرونده ناکامل رو بگه که ایمیلایی هست که هنوز انجام نشده. این مسئله ربط به اف بی آی نداشته، اف بی آی باید پرونده رو کامل بکنه آقای بهبهانی بعد ارائه بده. بنابراین آقای کومی اشتباه کرده در رابطه با خانم کلینتون و من فکر میکنم برای ایشون یک مسئله وجدانی بوده و در واقع زمانی که آقای ترامپ پرسه به من وفاداری و ایشون جواب نمیده، اینجا مسئله وجدان آقای جیمز کومی بوده که جلوش میگیره. عرضم به حضورت که اما ما یه چیزی شبیه اینو تو تاریخ آمریکا یه بار دیگه داشتیم، یعنی دوره نیکسون و ماجرای واترگیت. اونجا هم نیکسون بسیار تلاش کرد، اونم مسئله نبود، یه نوار نیم ساعت، یه نوار نیم ساعته بود که صحبت کرده بود و اون نوار ضبط شده بود، اینا میخواستن و نمیداد و بالاخره مجبورش کردن که نوار رو بیاره و بده و اینم باعث شدش که اون رو در حقیقت استیضاحش کردن یا به قول خودشون ایمپیچش کردن و از کار برکنار شد. ولی این ماجرای آقای ترامپ و این داستان، و بذار قبل از این که به این تیکه بپردازیم، یعنی وضعیت مقایسه این با نیکسون، چون اینم دقیقا همون کارا رو داره میکنه و کاملا معلومه که آقای ترامپ از همون وکلایی که داشته در گذشته، بالاخره آقای ترامپ یه میلیونره و یه آدم میلیونر با آدمای بزرگ میگرده، طبقهش فرق میکنه، با همه این بزرگان نشست و برخاست داشته، تو جلسات اینا میرفته میومده، مثلا علاقه داشته به این کار، پابلیسیتی بگیره، تو تلویزیون باشه، عکسش باشه، اینجور باشه، شیفته ای تلویزیون ها بوده. حالا مرتب میگه اینا دروغگو هن، اینا قلابی هن، اینا فانی هن، نمیدونم چی هن، هی از این حرف ها میزنه. ولی این سفر وزیر خارجه روسیه به آمریکا به همراهی که خب طبیعیه که وقتی میره سفیرم همراهش میره به دیدار آقای ترامپ، و اونجا آقای ترامپ من میکنه ورود خبرنگاران رو و فقط اجازه میده که فوتو ژورنالیستا، عکاسا، خبری، اون هم روسا بیان توی کاخ سفید عکس بگیرن ولی عکس‌ها رو منتشر نکنن، و بعد اونا هم منتشر کردن، اینم شاکی شد که پس چرا این کارو کردی. این رو چجور تعریف میکنی؟ این مصاحبه در خفا، گفتگو در خفا، این چیه؟ آیا اینم در همین ارتباط نمیدونم ترامپ روسیه است یا روسیه گیت؟ چجوریه داستان؟ چی میفهمین ازی؟ بفهمید بشنم. البته من فکر میکنم که دیدار آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا از قبلا تعیین شده بود و زمانی که آقای تیلرسون به مسکو میرن در چند هفته گذشته، یکی از درخواستهایی که آقای پوتین از آقای تیلرسون میکنن این بوده که سفیر روسیه در آمریکا خواهد بود در این هفته و اجازه بدید که آقای رئیس جمهور ایشون رو در کاخ سفید ببینن. خب این مسئله اینطور انجام میشه که آقای تیلرسون آقای سرگئی لاوروف رو میبینن و اگر نگاه کردین برای چند دقیقه اینها جلوی دوربین اومدن و در واقع درست روز بعد از برکناری آقای جیمز کومی بود که آقای سرگئی لاوروف و آقای تیلرسون جلوی دوربین ها ظاهر شدن، صحبتی نکردن، فقط یکی از خبرنگارا برگشت از آقای لاوروف پرسید که نظرتون راجع به برکناری آقای جیمز کومی چیه و آقای لاوروف با همون در واقع زبان تمسخرآمیز برگشت گفتش که اوه آقای کومی برکنار شدن و در واقع خواستن یک به قول ماها نمک روی زخم آمریکایی ها و اونهایی که به اصطلاح مخالف دوستی پوتین و آقای ترامپ هستن بریزن. خب بعد از اونم همونطوری که اطلاع دارید آقای لاوروف همراه با سفیر روسیه در آمریکا میرن کاخ سفید که آقای ترامپ رو ببینن و هیچ کدام از دستگاه‌های مطبوعاتی، خبرنگارها، ماموران تلویزیونی اجازه ورود به اتاق یعنی به کاخ سفید رو نمیدن. فقط یک نفر از خبرنگار و عکس بردار از
دستگاه خبری تاس که دستگاه در واقع دولتی خبری روسیه است در اونجا بوده و اون چند تا عکس رو گرفتن و در واقع حالا صحبتی که کردن اینها برای مصرف داخل در روسیه بوده، ولی خب همونطوری که میدونین بلافاصله این عکس ها این در واقع در همه جا نشون داده شد. این اتفاقی بود که افتاد. حالا این مسئله به چه نحو در واقع بعد از برکناری آقای کمی، من فکر میکنم یه مقدار زیادی به آتش مسئله راشن گیت اگه میخوان اسمش رو بذارین اضافه کرده، نظر من خیلی زیاد بود. برداشت حداقل دموکرات ها، برداشت حداقل کسانی که با آقای ترامپ و جمهوری ها رأی ندادن این بود که آقای کمی رو برکنار کردن برای اینکه ایشون داشته یه چیزایی پیدا میکرده در رابطه با آقای ترامپ و روسیه و امروز هم روسا آمدن اینجا و این اتفاقیه که افتاده و در واقع این برنامه ریزی بوده برای اینکه حداقل بعضی از مردم عامیانه اتفاق یا خبری رو که میشنون به همون نحوی که میبینن درک میکنن که در واقع همیشه یه مقداری بیشتر از اونه و این اتفاق این در واقع سفر از قبل تایید شده بود ولی بهترین استفاده رو دستگاه اطلاعاتی روسیه کرد و در واقع لذتی که آقای پوتین از این عکس برد و در واقع لبخندی که به لب ایشون اومد جایی بود که حتی اگر برنامه ریزی هم میکردن آقای بهبهانی نمیتونستن به این نحو در واقع نشون بدن که ما هنوز در کنترل هستیم. در واقع به این مسئله بعد اشاره بکنیم که وجود خبرنگار تاس در اونجا و جلوگیری از ورود هر نوع خبرنگاری از طرف کاخ سفید به این نحو توجیه داده شد که ما احتیاج نداریم در زمانی که با یکی از رهبران کشورهای خارجی ملاقات میکنه آقای رئیس جمهور فیلم بردار یا عکس بردار یا خبرنگاری در اونجا باشه، در صورتی که منظور از رهبران وزیر امور خارجه نیست، رهبران یعنی رئیس کشور و این نشون میده که امروز در واقع وایت هاوس و دستگاه اطلاعاتی کاخ سفید روی پنیک باتن هستن و فقط دارن کنترل میکنن اخبار و اطلاعاتی رو که پیش داره میاد، ولی از نقطه نظر تبلیغاتی روزها این واقعا کارت برنده بود که اگر برنامه ریزی هم میکردن نمیتونستن به این نحو از این مسئله استفاده بکنن. ولی من فکر نمی کنم اثرش دراز مدت باشه، من فکر نمی کنم در واقع مطبوعات آمریکا چون در اون داخل نبودن و از صحبت هایی که شده اطلاعی داشته باشم و من فکر نمی کنم که هیچ نوع مسئله سیاسی جز مسئله سوریه در اونجا مورد بررسی قرار گرفته شده باشه، برای اینکه امروز کاخ سفید و آقای ترامپ به دنبال سیاست منطقه های در واقع ایمن هستن در روسیه در ببخشید سوریه و من فکر میکنم ایشون خاطر گزارشی از کار از حداقل نقطه نظر آقای پوتین بده، ولی خب اطلاعاتی بود که در واقع پیش اومد. اما در اشاره با این مسئله راشنگیت و نیکسونیان آقای بهبهانی، آره اینو میخواستم بپرسم. بله مطبوعات خیلی اشاره میکنن که این مسئله راشنگیت و اون واترگیت و در اتفاقات که در زمان نیکسون افتاد و اون چیزی که بهش میگن زمان نیکسونیان یعنی کارهایی که ریچارد نیکسون کرد. اجازه بده من فقط در یه چند ثانیه نکته رو اینجا من اشاره بکنم. من این دوتا رو نمیتونم با هم مقایسه بکنم برای اینکه از نظر من اتفاق جنایی نیفتاده. در زمانی که در واترگیت مسئله واترگیت اتفاقی که افتاد این بود که عده‌ای رفتن و این ساختمان واترگیت که مرکز حزب دموکرات بود رو در واقع در یک مسئله جریان دزدی خواستن یک سری اسناد رو بیارن بیرون و اونجا بود که اینا دستگیر شدن و اینها ارتباطشون با کاخ سفید پیش اومد و اونجا بود که آقای نیکسون وزیر دادگستری رو از کار بیکار کرد و در واقع تمام این مطالب در همون 10 دقیقه تیپی بود که در کاخ سفید بود. نوار چون میدونه که تمام صحبت ها و تصمیم گیری هایی که در کاخ سفید هست در اون چیزی که به عنوان اوول آفیس ما بهش میگیم تمام اینها اونجا ضبط میشه و
هر زمانی که بخوان میتونن برگردن ببینن که رئیس جمهور چی گفته. و اون 10 دقیقه تیپ رو برداشت دادن و یک عمل جنایی بوده، برای اینکه برداشتن و حذف کردن اون تیپ، اون تیپ مال ملت آمریکاست، یک مسئله ملی بوده و کسی حق نداشت این کارو بکنه و اون کار جنایی بوده. امروز کار جنایی حداقل تا این زمان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم انجام نشده. بنابراین نمیشه هیچ مقایسه مستقیمی بین مسئله راشن گیت و نیکسون گیت کرد. ولی در این مسئله که آیا تبانی بوده، آیا روس‌ها در واقع انتخابات آمریکا دخالت کردن، شکی درش نیست آقای بیگانی. و پرونده جنایی که آقای کومی شروع کرده به اینجا خواهد رسید، من شکی ندارم، بدون کومی یا با آقای کومی فرقی نمی‌کنه. اون پرونده، اون اطلاعاتی که هست به خاطر اینکه امروز اون هکرها رو در کانادا، ما در یک برنامه در چند هفته پیش به این مسئله اشاره کردیم که در کانادا و در جاهای دیگه دستگیر کردن و اونها همین کسانی هستن که آقای کومی می‌خواسته در واقع این پرونده رو کامل بکنه. بنابراین این پرونده بیرون خواهد اومد، این مسئله روشن خواهد شد. ولی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که من فکر میکنم آقای ترامپ بسیار بسیار، آقای پرزیدنت ترامپ این مسئله رو خیلی بد دارن انجام میدن و من فکر میکنم که عواقبی برای کاخ سفید خواهد داشت و این عواقب در واقع من فکر میکنم زیاد خوب نخواهد بود براشون. من نمیخوام اینجا بگم که رئیس جمهور رو حالا استیضاح خواهند کرد یا برکنار خواهند کرد، نه خیر، چون هنوز هیچ کار غیرقانونی یا جنایی اتفاق نیفتاده. ولی متاسفانه رئیس جمهور امروز آمریکا یک رئیس جمهور عادی نیست. رئیس جمهور امروز آمریکا به جای اینکه سوء زنها رو منحرف بکنه و از خودش دور بکنه، بیشتر سوء زنها رو طرف خودش میاره. به جایی که حالا اگر شواهدی از این روابط پنهانی و مخفی بین مشاوران آقای ترامپ و کرملین هست، اگر بخواد از اینها دوری بکنه، با برکناری آقای جیمز کومی دوباره این چراغ ها رو به خودش انداخته. بنابراین من فکر میکنم یه مقدار بسیار بسیار زیادی از اینها مسئله شخصی آقای ترامپ و هنوزم که هست من فکر میکنم ایشون نمیتونه حس بکنه یا حداقل درک بکنه که رئیس جمهور بودن در آمریکا دیکتاتوری نیست. رئیس جمهور بودن در آمریکا یک مسئله ایه که از نقطه نظر دموکراسی رئیس جمهور یک حق و حقوقی داره و تصمیم گیری میتونه بکنه. ایشون همه چیز رو متعلق به خودش میدونه، مثل اینکه در اون شرکت ها و سازمان هایی که یا با منی یا با من نیستی، لویالیتی تو باید ثابت کنی وگرنه اخراجت میکنم. میتونی کار کنی کار کن، نمیتونی برو بیرون. این همون روشو داره ادامه میده. و متاسفانه مثلا این خانم حاکبی که دختر اون حاکبی معروف است رو آورده یکی دیگه از سخنگویان کاخ سفید کرده که اونم تو همین ماجرا که اومد صحبت کنه و اینا، متاسفانه چون باید دروغ بگن خیلی بد دروغ میگن و بازم به ضررشون تمام میشه. اما یکی از مشکلاتی که به نظر من سعید بهوانی ناچیز وجود داره اینه که اگر که این آقا رو امپیچ بکنن، اوضاع به نظر من خطرناکتر خواهد شد، به خاطر اینکه اون معاون آقای ترامپ یک آدم معمولی نیست. اون آقای پنس یک آدم مذهبی خطرناکه، خیلی خطرناکه. و من اصلا دلم نمیخواد که این آقای ترامپ رو امپیچ کنن، به خاطر اینکه اگه اون بره اون وقت اون یکی میاد که اوضاع رو آشفته تر میکنه. توی صحبتات اشاره کردی به موضوع سوریه و اینکه گفته بود که ترامپ هم گفت بله ما به اینا گفتیم که خودشون برن دیگه سوریه رو، خوب یعنی تحویل داده سوریه رو در حقیقت به روسا، اینجور که از فهوای کلام پیداست که شما برید سوریه رو خودتون کنترل کنی ولی ایران رو هم اونجا نذارید که کاری انجام بشود. وقتی وسط همچنان تکلیف اوکراین همجور رو هواست، معلوم نیست که بالاخره آیا سوریه با اوکراین معامله می شود، چه اتفاقی می افته، اروپا این وسط چه نقشی رو بازی خواهد کرد و آیا این آقای مکرون یا این شیرنی فرانسوی به قول معروف، این وسط به نظرت چه نقشی رو بازی خواهد کرد؟ تأثیر او در اروپا و آمریکا چیست؟ میشنم این فرمایش شما. بله، این
اتفاقاتی که در آمریکا داره امروز میفته، خواهناهای یه مقدار پیامدهای داخلی و یه مقدار پیامدهای خارجی خواهد داشت. و در واقع من فکر میکنم که شما اشاره کردین با آقای پنس، من هنوز مسئله رو ندیدم که آقای ترامپ مورد استیضاح قرار بگیره. ممکنه که ایشون دوچار همین مسائلی که داریم الان اتفاق میفته بشه، ولی من بعید میبینم که اگه مسئله جنایی و غیر قانونی در کاخ سفید انجام نشه مثل زمان آقای کلینتون. آقای کلینتون، آقای پرزیدنت کلینتون هم دروغ گفتن در رابطه با اون رابطه که با اون خانم مونیکا لوینسکی داشتن. بنابراین هنوز ما فکر نمی‌کنم به اونجا رسیده باشیم. اما در رابطه با این مسئله سوریه و خاورمیانه شکی نیست که آقای ترامپ حداقل یک مقداری سرمایه گذاری در بوجودی که در صحبتشون دیروز گفتن من هیچ سرمایه گذاری در روسیه ندارم، ولی ایشون درآمدهای و رابطه های مادی با بعضی از بانک های روسی یا یه سری از بانک هایی که در اون قسمت از اروپا هستن داره. بنابراین یکی از دلایلی هم که ایشون نمیخواست تکس ریترن خودش اوراق مالیاتش رو آزاد بکنه به خاطر اینکه نشون میداد اونجا که از کجا درآمد ها میاد. اما امروز اگر اشاره میکنیم به مسئله فرانسه و پیروزی آقای مانوئل مکان، میبینیم که خب این شکست خانم ماری لپن برای آقای پوتین تکان دهنده بود. برای اینکه آقای پوتین در این تصور بود که اگر که در فرانسه این خانم ماری لپن پیروز بشن، در واقع تکه تکه شدن اروپا رو ارمغان میاره برای آقای پوتین. اما دیدیم که این مسئله اتفاق نیفتاد. با وجود اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی روس‌ها همون کاری رو که در آمریکا کردن در واقع فرانسه هم کردن و سیستم دستگاه آقای مکان رو مورد هک قرار دادن و یه سری ایمیل آزاد کردن و یک سری خبرهای نادرست که ایشون چون قبلا وزیر اقتصاد بوده حساب خارجی داره و پولهاشو در اونجا به اصطلاح مخفی کرده که هیچ کدوم از اینا هم درست نبود. و در واقع چون که انتخابات فرانسه خیلی کوتاه مدت انجام میشد، مردم دیگه نرسیدن اونجا رأی بدن. ولی فراموش نکنیم که حتی آقای پرزیدنت اوباما ویدیویی درست کرده بودن و در یک روز یا دو روز قبل از انتخابات فرانسه در پاریس و در کانال‌های تلویزیونی پخش شده بود که آقای اوباما هم از آقای مکان مانوئل مکان پشتیبانی کرده. بنابراین من فکر میکنم که آقای پوتین الان دیگه متوجه شده حداقل نمیتونه با اون اروپایی که میخواد در واقع کنار بیاد. منظورم به اینه که امروز شما درسته که بریتانیا، انگلستان از اون سیستم ایو اومده بیرون، ولی مسئله که وجود داره دو تا قدرت در اروپا مطرحه، اول آلمانه و دوم فرانسه، و این دو تا حداقل امروز به نظر میاد که رئیس جمهور جدید فرانسه میخواد که فرانسوی‌ها در اروپا بمونن و به نظر منم باقی خواهند بود. ولی مسئله‌ای که برای روس‌ها پیش اومده بود، می‌خواستن یک تفرقه در اروپا بندازن و در واقع یک تفرقه بین آمریکا و اروپا بندازن، و اون مسئله امروز وجود داره. آقای بهبهانی، اون اروپا دیگه نمیتونه روی آمریکا تکیه بکنه برای اینکه با روس‌ها مقابله بکنه. برای اینکه امروز حداقل با این صحبتایی که در نیم ساعت گذشته کردیم دیدیم که چقدر رابطه خوبی حداقل بین آقای پوتین و روس‌ها هست. من فکر می‌کنم که مطبوعات اروپا بسیار نزدیکتر به این مسئله نگاه میکنن. ولی اتفاق مهمی که در اینجا خواهد افتاد اینه که من دوست دارم اینجا این اشاره رو بکنم، برگردم به اروپا مجددن. مسلح کردن این گروه YPG که قسمتی از کردها هستند در شمال سوریه، که در واقع این گروه YPG تنها گروه کردها هستند که در مسکو دفتر سیاسی دارن. خب روسا که دارن از این گروه پشتیبانی میکنن برای اینکه در شمال قسمت سوریه رو اینها بجنگن با داعش، رقه آمریکا که بین بله آمریکا داره به اینا اسلحه میده. خب بنابراین ما داریم میبینیم پشت پرده آمریکا و روسیه یک سیاست دارن دنبال میکنن. آقای بهبهانی، اگر در زمان آقای اوباما، حداقل آقای اوباما هم کاری نکرد،
در مقابل با روسا. فقط یک سری حرفای بود که حرفای خیلی خوش صحبتی بود که از دهن وزیر امور خارجه آمریکا در میومد، ولی حداقل سیاستش رو آقای اوباما مشخص کرده بود. امروز ما سیاست مشخصی نسبت به روسا نداریم، ولی وقتی میبینیم که این گروه YPG مسلح میشه و در آمدن آقای رئیس جمهور ترکیه در هفته آینده به واشنگتن که ایشون آردی شمشیرش از رو بسته که آقا چرا دارین این کارو میکنین، اینجا یه چیزی رو متوجه میشیم که در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که آقای پوتین براش اهمیت نداره که اتفاقی میخواد در اروپای آمریکا بیفته. برای آقای پوتین یک مسئله مهمه، اون همینه که مسلمانان روس و اونهایی که از روسیه رفتن چچنها دارن برای داعش می جنگن، این جنگ در اونجا بمونه و اینها اونجا کشته بشن و بر نگردن این مسلمانان روسی بیان در داخل روسیه بخوان با آقای پوتین حداقل کارهای تروریستی بکنن. بنابراین زمانی که ما می بینیم که نیروهای آمریکایی به عنوان مشاور میان در اون قسمت، من حتی میتونم اینو بگم که شاید یه مقداری اونجا بین روسا و آمریکایی‌ها داره برنامه ریزی میشه که چطور و به چه نه و چگونه داعش رو شکست بدن در مرحله آخر و در واقع اون قسمت رو بدن به کردها. چرا؟ برای اینکه درسته که ترکیه قسمتی از ناتوه، ولی آمریکا به هیچ وجه از سیاست ترکیه و صحبت‌های این آقای رئیس جمهور که دیگه نمیدونم الان نه من مطمئنم، یعنی مطمئنم که علارغم همه حرفایی که زده میشه، شما هم تو برنامه‌ها به کرات اشاره کردی که باید ترکیه رو بهش نگاه بکنی. همین آقای اردوغان فشار داره میاره که وقتی وارد آمریکا میشه، موقعی که برمیگرده تو هواپیمای خودش همین آقای عبدالله گولان را هم با خودش برگردونه به ترکیه. اما از یه طرف هم نگاه میکنیم اینی که باز هم در تایید همین فرمای شما، این ماجرای برگردوندن این آقای گلبدین حکمتیار حزب اسلامی که 25 میلیون دلار جایزه بر سر این گذاشته بودن به عنوان رهبر طالبان به عنوان یک جنایتکار جنگی، و دیدیم که گفتن روسا با طالبان دارن حرف میزنن و امروز میبینیم که این آقا رو با توپ و تانک و مسلسل و تفنگچی های خودش وارد کردن توی افغانستان. از اون طرف امروز میگن که آقای نتانیاهو یه گفتگوی تلفنی با پوتین داشته و گفته ایران نباید در مناطق امن در سوریه مستقر شود. ادامه بدیم بشنویم که تحلیل شما ما رو به کدام سمت میبره. البته خب مسئله افغانستان من فکر میکنم اون هم به خاطر اینه که از زمان اسکندر کبیر هر کسی که به این منطقه افغانستان رفته، حتی اگه برگردیم به عصر امپراتوری بریتانیا در بالاترین قدرت نمایی که امپراتوری بریتانیا کرد که هندوستان رو زیر سلطه خودش در آورد، حتی اونها هم نتونستن در افغانستان در واقع پیروز بشن. خب میبینیم ارتش‌های بزرگ هم اومدن، ارتش قدرتمند روسیه اومد اونجا، در واقع شوروی سابق USSR اومدن اونجا و اونها شکست خوردن. خب البته اون شکست رو میتونیم روی مسئله کمک‌های آمریکا بگیم و در آخر قسمت آخر هم که خب به خاطر مسئله سپتامبر 11 این نیروی عظیم امپراتوری آمریکا وارد اونجا شد. مسئله که وجود داره اینه که متاسفانه در کشورهای مثل افغانستان که من بهش میگم قبیله‌ای زندگی میکنن، شما میتونین با دادن یه قطعه زمین یا دادن پول یا مواد مخدر یا اسلحه یا هر چیز دیگه شما میتونین اون گروه رو بخرید، یعنی رئیس قبیله رو که بخرید بقیه رو خریدین. بنابراین هیچ نوع وفاداری نسبت به دولت مرکزی وجود نداره و به خاطر اینکه دولت مرکزی وجود نداشته اونجا و این کشور یه کشور کوهستانیه و قبیله‌ای زندگی میکنن، مجبورن آدم‌ها، گروه‌ها، کشورها که بالاخره گهگاهی هم با دشمن خودشون وارد مذاکره بشن. و در واقع آقای حکمتیار، گلبدین حکمتیار که شما ازش سوال کردین، من فکر میکنم که آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونه اونجا بمونه و اگر میخوان که پیروزی داشته باشن باید نیروهای بیشتری رو پیاده بکنن. حالا با انداختن اون بمبی که در دو سه هفته پیش بود، اون بمب نمایشی 10,000 کیلویی، من فکر نمیکنم تغییر داده شده باشه، ولی ایشون قادر خواهد بود که جلوی افراطی‌های
اون گروه های مذهبی رو بگیره و شاید افغانستان رو در یک حالت خیلی معمولی تقسیم شده که باز هرات و این قسمت میاد دست یه سری از لردها و کابل دست یه سری خواهد بود و در واقع قسمت رو پایین میبرن و میدن دست این دار دسته. ولی خب باید دید که نقشه آینده برای ایشون برای این آقای حکمتیار چه خواهد بود. اما در رابطه با مسئله ترکیه و سفر این آقای رئیس جمهورشون به آمریکا، من فکر نمی کنم که بله آقای اردوغان، من فکر نمی کنم مشکل این آقای اردوغان فقط همین این شخصی باشه که در پنسیلوانیا زندگی میکنه. من فکر نمی کنم که اشکالاتی که در این کشور وجود داره به خاطر یک نفری که در آمریکا نشسته. من فکر می کنم اشکالات ایشون باز هم مسئله ساختار شخصیتی این آقای اردوغانه، به خاطر اینکه ایشون هم خودش رو در خیلی خودشیفته میبینه و خودش رو در نقش یک آتاتورک دیگه داره میبینه و اینا همه عقده های قدرت نماییه. ولی آقای بهبهانی اجازه بدیم نگاه بکنیم با بودن اشخاصی مثل پوتین، با بودن اشخاصی مثل اردوغان و آقای ترامپ، در واقع نگاه میکنیم که در اسرائیل هم آقای نتانیاهو هم بعدش نمیاد که یه همچی سیستمی رو داشته باشه، ولی به خاطر اینکه حداقل کشور کوچک اسرائیل هنوز تحت تاثیر مهاجرین دهه 1940 و 50 هست که بیشتر از کشورهای اروپای شرقی و اروپا بودن، بنابراین ایشون نمیتونه این کارو بکنه. اما آقای نتانیاهو میتونه این مسئله که در این مناطق امن دارن ایجاد میکنن که پایگاهی برای ایران نشه. من فکر میکنم که این فقط یک آرزوه و فکر نمیکنم آقای نتانیاهو جلوی این مسئله رو بتونه بگیره. تنها چیزی که بارها اشاره کردیم جلوی مسئله در خاورمیانه میتونه بگیره زوره. زور هم شما به طریق مسائل نظامی با آوردن نیروهای نظامی، حمله های نظامی میتونین خودتون نشون بدین. بنابراین اون مناطق امن من فکر میکنم که 100% برای ایران و حزب الله مهم خواهد بود، ولی حداقل از مسائلی که داره اتفاق میفته اینه که اگر این مناطق امن به وجود بیاد، نیروهای حزب الله که در سوریه دارن میجنگن یواش یواش وارد کجا خواهند شد؟ وارد لبنان خواهند شد، برمیگردن به لبنان و در واقع این نیروها رو شما نمیتونید روی زمین نگه دارید. آقای بهبهانی مثلا پاسدارانی که در ایران بودن و نمیدونم بعد از ایران، بعد از جنگ ایران رفتن جاهای دیگه، اینا همیشه باید در یک حالت جنگی، سر اینا باید گرم باشه. اگر که سر این حزب الله یا گرم نباشه، بنابراین ممکنه به داخل رجوع بکنن، منظورم لبنانه. پس بنابراین آقای نتانیاهو ترسش از اینه که این مناطق ممکنه تبدیل بشه به پایگاه‌های برای حزب الله و از اونجا اسلحه بیشتری به دست حزب الله برسه و حزب الله بخواد خود نشون بده و وارد یک جنگ مجدد با اسرائیل بشه و حسن نصرالله هم گفت جنگ بعدی در داخل خاک اسرائیل خواهد بود. حالا چطور خواهیم دید؟ بفهمید. بسیار ممنونم آقا. ما به حال سوالات همچنان باقی است ولی وقت متاسفانه کم است. از حضور در برنامه نهایت سپاس رو دارم، از اینکه مهر میکنی و این وقت رو در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از دانش و تجربه شما استفاده کنیم. بی نهایت سپاس گذارم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم. روزها و ساعتها و روزها رو میشماریم تا جمعه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون و متشکرم آقای آلبرت، سپاس گذارم. با تشکر و بدرود. متشکرم. بها شنیدیم صحبت های آقای آلبرت رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کرده باشه به روشن شدن قضیه. اما قبل از اینکه مرخص بشم، یه دوستی یک مطلبی رو نوشت، خوبه همینجا پاسخ اون رو هم بدم. و خیلی با عصبانیت و خشم نوشته، میخواستم این رو با آقای آلبرت مطرح بکنم، فراموشم شد. نوشته آخه چرا اطلاعات غلط به مردم میدی؟ آمریکا مانع رأی گیری رو کشورش شد، چون بنا به قوانین کشور کانادا تنها زمانی کشوری میتواند صندوق رأی در کشورشان بگذارد که در آن کشور سفارت داشته. در آمریکا سفارت داره؟ آمریکا که زودتر از همه جای دنیا سفارتش رو قطع کرده. من اطلاعات غلط میدم یا شما؟ و از آنجا که ایران در این کشور سفارت خانه را نمیتواند صندوق رأی هم برای انتخابات پیش داشت، پس علت این کار این رو این نبود که وزارت خارجه کانادا فارغ از قوانین این کشور همگاه با اپوزیسیون خارج از کشور مانع انتخاب. من کی از این حرفا زدم؟ امیدوارم در برنامه تان شفاف سازی کنید.
من کی گفتم همچه حرفایی؟ من گفتم آقا بلند شید برید گل بفرستید برای وزارت خارجه کانادا، کارت تبریک بفرستید، برید دستبوسش، برید قدردانی کنید. کی گفتم اپوزیسیون خارجی کشور رفته این کارا رو کرده؟ کاری نکرده. میگم برید یه کاری بکنید، برید تشکر کنید از این اقدام. تنها راه نجاتش همینه، قطع روابط سیاسی. نوشتم سال 88 تو اون ماجراها، شلوغیها، 8 سال پیش از این نوشتم، رو کاغذ گذاشتم، رو سایتم وجود داره. برو اون قسمت درباره ما، اونجا یه بخشی داره به نام نامه به کشورها، اونجا نوشتم سال 88 راهکارم رو گذاشتم. راهکارش همینه، قطع روابط سیاسی. اونجا توضیح دادم که آقا این تحریم اقتصادی این شرایطی به وجود میاره که امروز توش مبتلا به از جامعه باش. نوشتیم اینا رو، گفتیم. به حال از اینکه همراهی کردی ازت ممنون و سپاسگزارم. همطوری که میدانید لینک های برنامه رو ما تو شبکه های مختلف قرار میدیم. شما هم میتونید همین کار رو بکنید، به یکی از این شبکه ها مراجعه بکن. آدرس ما تو تمام این شبکه ها میهن تیوی عددیه، که هم از کانال تلگرام، یوتیوب، شادکست، فیسبوک، تویوتر، گوگل پلاس، هر جا بری همین میهن تیوی عددیه است. خواهش میکنن در معرفی ما کوشا باشید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. این لینک ها در این کانال ها قرار میگیره. آسان ترین راه اینه که به فیسبوک ما بیای، یه لایکی بزنی، عضو صفحه ما بشی، لینک ها که اونجا گذاشته میشه برای شما هم ارسال میشه، شما مرکو اینو برای دوستانت بفرست. همون دکمه شیر رو بزن، لایک هم پیش کشید. برای شنیدن خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط هم دعوت میکنم به مردمریپورت.net برید. از کاوه نازنینم سپاسگزارم که مهر میکنه و بعضا لینک های برنامه ما رو هم در سایت خوب و پر مخاطب خودش مردمریپورت.net قرار میده. برای این کارم میتونی روی همون صفحه بنویسی آخرین اخبار، یا بنویسی مردمریپورت.net، یا روی آخرین اخبار کلیک کن، یا اون بالا بغل علامت فیسبوک و یوتیوب تو کانال میان تیوی تو وبسایت ما لوگوی مردم ریپورت هست. از هر در که بری به مردم ریپورت میرسی. نیازمند حمایت مالی شما هستم. خواهش میکنم در این زمینه مددرسان ما باش. از همه همراهیت سپاسگزارم. درنگی میکنیم و ادامه برنامه را در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. همراه ما باشید. متشکرم.